با سلام به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید در این برنامه نخست در گزارشی به تلاش های دیپلماتیک جهانی برای پایان دادن به درگیری های اوکراین میپردازیم نگاهی داریم به آمارها درباره خدنه زنان که در روز ششم فوریه روز جهانی مبارزه ناقص سازی زنان منتشر شد به کاهش امنیت شغلی در ایران میپردازیم و نگاهی داریم به 33 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که انتقاد محافظ کاران را به دنبال داشت. با ما همراه باشید. تلاش های دیپلماتیک جهانی برای پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین افزایش یافته است. رهبران آلمان و فرانسه متنی را تدوین کرده اند که امیدوارند مورد پذیرش اوکراین و روسیه قرار گیرد. تا درگیری ها متوقف و صلح در اوکراین فراهم آید. با سفر غیر منتظره آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانس و اولاند، رئیس جمهور فرانسه به اوکراین روز 5 شنبه 16 بهمن که با هدف ارائه طرح صلح ابتکاری آنها انجام شده، حالا روزنه امیدی برای پایان دادن به بحران مزمن اوکراین گشوده شده است. طرح صلح مشترک آلمان و فرانسه که نیویورک تایمز آن را کنسرتی دیپلماتیک خوانده در شرایطی قرار است ارائه شود که شورشیان جدایی طلب حامی روسیه در شرق اوکراین در روزهای اخیر پیشرفتهایی داشتند و با تصرف یک مرکز مهم حمل و نقل ریلی توسط آنها تنشها بار دیگر بالا گرفته و آتشبس پنج ماهه اعتبارتر از پیش شده است با سقوط چشمگیر ارزش پول اوکراین که در هفته های اخیر نزدیک به یک سوم ارزش خود را از دست داده تلاش برای برقراری صلح میان اوکراین و روسیه برای اتحادیه اروپا اهمیت بیشتری یافته و رهبری این ابتکار به آلمان و فرانسه سپرده شده است. رهبران آلمان و فرانسه قرار است روز جمعه یک روز پس از دیداری پنج ساعته با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روانه مسکو شوند تا در پی مذاکره با مقامات کرملین زمینه تحقق صلح را فراهم کنند فرانسو اولاند گفت به همراه آنگلا مرکل در روزهای اخیر روی تدوین متنی کار کردند که بتواند برای هر دو طرف قابل پذیرش باشد این در حالی است که به گفته مقامات آمریکایی دولت ایالات متحده در شرایط کنونی مشغول برآورد گزینه ارسال تسلیحات برای اوکراین است پیشتر مقامات روسیه هشدار دادند که ارسال تسلیحات برای اوکراین از سوی آمریکا تهدید مستقیم امنیت روسیه تلقی خواهد شد جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز پنج شنبه در کیف به دیدار مقامات اوکراین رفت برنامه برای سفر به مسکو ندارد اما حمایت کشورش از ابتکار آلمان و فرانسه را اعلام کرده است آمریکا در صدد است موشک های ضد تانک رادارها و پهپادهای شناسایی و دیگر تسلیحات لازم را برای اوکراین ارسال کند اما هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است با بازداشت میخائیل چرنوبی یکی از فرماندهان ارشد ارتش اوکراین به اتهام جاسوسی برای روسیه و انتقال اسرار نظامی به یکی از عوامل جدایی طلبان جمهوری خودخوانده خلق دونسک حالا نگرانی ها نسبت به نفوذ روسیه در ارتش اوکراین افزایش یافته و طرحهای موجود برای ارسال تسلیحات به اوکراین را با چالش های جدی مواجه کرده است با این حال خودداری از ارسال تسلیحات هم میتواند پیامدهای ویرانگری از جمله از دست رفتن بخش های بزرگی از خاک شرق اوکراین را به دنبال داشته باشد. مقامات روسیه ابراز امیدواری کردند که گفتگوها با آنگلا مرکر و فرانسو اولاند سازنده خواهد بود، گرچه با توجه به اهداف بلند مدت روسیه از تقویت حضورش در اوکراین و اقداماتی که در حمایت از شورشیان کرده نسبت به حسن نیت این کشور تردیدهای جدی وجود دارد. به گزارش نیویورک تایمز دولت مردان غربی میگویند روسیه در راه پایان دادن به نبردی که خود برانگیخته گام برمیدارد اما این اتفاق تنها زمانی رو خواهد داد که هدف کرملین برای گسترش قلم روی تحت کنترل شورشیان محقق شود. قرب همچنان از روسیه می خواهد که تسلیحات سنگین و نیروهای نظامی خود را از شرق اوکراین خارج کند و مرز این کشور با روسیه را به رسمیت بشناسد و به آن پایبند باشد. چالش دیپلماتیکی که آلمان و فرانسه میخواهند برطرفش کنند بازیابی همان توافق صلحی است که سپتامبر 2014 در مینسک به امضای طرفین رسید اما بارها و بارها از هر دو سو نقض شد آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین از حالا هشدار داده که کشورش هیچ طرح صلحی را که در آن نسبت به تمامیت ارزی و استقلال اوکراین تردیدی ابراز شده باشد نخواهد پذیرفت ششم فوریه مصادف بود با روز جهانی مبارزه با ختنه یا ناقص سازی زنان نتایج یک تحقیق نشان می دهد که 83 درصد زنان پرسش شونده در جزیره قشم و 50 درصد زنان کردستان ایران مورد عمل ناقص سازی جنسی قرار می گیرند. روز ششم فوریه روز جهانی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان نامیده شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید عضو جنسی 140 میلیون زن در سراسر جهان از آفریقا تا آسیا و حتی اروپا مسله شده است 28 کشور آفریقایی که عمدتا در صحرای جنوب آفریقا قرار دارند به اضافه عراق، اقلیم کردستان، ایران، سریلانکا، سنگاپور، مالزی، اندونزی، فیلیپین، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، هند و پاکستان در آسیا جزو کشورهایی هستند که عمل ناقصسازی جنسی زنان در آنها انجام می شود. از هر چهار دختری که مورد این عمل قرار می گیرند، یکی از آنان می میرد. یک دختر نوجوان تابستان گذشته در مصر هنگام انجام این عمل جانش را از دست داد. برای اولین بار در تاریخ مصر پزشکی که این کار را انجام داده بود محاکمه و به دو سال و سه ماه حبس محکوم شد. رایحه مزفریان در سال 1392 نتایج تحقیقاتش درباره عمل ناقصسازی جنسی زنان در ایران را در کتابی به نام تیق و سنت منتشر کرد. این کتاب در دولت احمدی نژاد مجوز نگرفت و نشر ناکجا نسخه آنلاین آن را در فضای وب منتشر کرد. حالا وزارت ارشاد دولت روحانی به این کتاب مجوز داده و قرار است روز ششم فوریه همزمان با روز جهانی مبارزه با ناقصسازی جنسی زنان پخش شود. نتایج این تحقیقات نشان می دهد بیشترین ناقصسازی جنسی زنان ایران در جزیره قشم انجام می شود. 83 درصد زنان مورد پرسش قرار گرفته این جزیره آلت جنسیشان مسله شده و 60 درصد آنان گفتند که این عمل را در مورد دخترانشان نیز انجام می دهند. در مناطق کردنشین این رقم بین 50 تا 70 درصد است. اما خانم مزفریان تاکید می کند که در کردستان ماجرا منطقه به منطقه فرق می کند. او میگوید ممکن است در یک روستا عمل ناقصازی جنسی زنان انجام نشود اما پنج کیلومتر پایینتر در روستای بعدی این عمل انجام می گیرد. به همین دلیل عددها و رقمها در مورد کردستان را نمی توان خیلی دقیق گفت. خانم مزفریان میگوید مطمئن است که در تمام مناطق استان هرمزگان عمل ناقصسازی جنسی زنان انجام می شود ولی در مورد سایر نقاط ایران مطمئن نیست هرچند احتمال میدهد که این عمل در جنوب استان فارس مناطق جنوبی استان کرمان بعضی از منطقه های بوشهر سیستان و بلوچستان و حتی در میان ترکمنهای استان گلستان نیز انجام می شود. خانم مزفریان در جریان تحقیقاتش درباره ناقصسازی جنسی زنان در سال 88 به سراغ چندین مرجع تقلید می روید. از میان این مراجع آیت الله سیستانی این عمل را جایز دانسته اما پس از حمله داعش به عراق و صدور فتوای ناقصسازی جنسی زنان از سوی این گروه تروریستی فتوای خود را تغییر میداد و آن را حرام اعلام می کند. آیت الله خامنه ای در پاسخ به پرسش خانم مزفریان در سال 88 می گوید این عمل جایز است اما واجب نیست. بعد از چند سال و با اطلاع رسانی هایی که در مورد این عمل صورت گرفت در سایت رسمی خامنه ای این فتوا بدین صورت تغییر پیدا کرد. چون خطنه زنان عرف اجتماعی نیست و خیلی از مسائل دیگری هم که دیگر عرف اجتماعی نیستند به دلیل مرور زمان از بین رفتند، این عمل هم بهتر است که دیگر انجام نگیرد. بر اساس قانون شخص می تواند از کسی که این عمل را روی او انجام داده شکایت کند اما خانم مزفریان می میگوید عملا چنین امکانی مهیا نیست چرا که دختران همگی زیر 18 سال مورد این عمل قرار می گیرند و برای طرح شکایت باید تا 18 سالگی صبر کنند و بعد یا از والدین خودشان شکایت کنند و یا از مامایی که در اکثر موارد جزء آشنایان محلی یا خانوادگی است این کار عملا هیچگاه انجام نمی شود مبارزه با عمل ناقصسازی جنسی زنان در اقلیم کردستان عراق از حدود ده سال پیش آغاز شده است. به گفته رایحه مزفریان، موفقیت کردستان عراق در مبارزه با خطنه در آسیا بی نذیر است و همین امر باعث شد توجه سازمانهای جهانی که قبلا تنها معطوف به آفریقا بود به سمت آسیا نیز جلب شود. عمل ناقصسازی جنسی زنان بر اساس تعاریف جهانی عملی است که منجر به معلولیت زنان می شود و به همین دلیل با خطنه مردان بسیار متفاوت است و نباید واژه خطنه برای آن به کار برده شود سازمان بهداشت جهانی این عمل را معلول کردن زنان دانسته و به همین دلیل می توان گفت 140 میلیون زن در سراسر جهان به دست پدر و مادرشان معلول شدند بنابر گزارش خبرگزاری مهر تا نزدیک به یک ماه دیگر امنیت شغلی به پایین ترین حد سالیانه خود میرسد و هزاران نفر با اتمام قرارداد کار در آستانه سال نو بیکار خواهند شد. در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جامعه کارگری کشور ناامن بودن بازار کار و احتمال از دست رفتن فرصت شغلی و تجربه تلخ بیکاری است. به دلیل وجود هزاران تقاضای کار و نبود زمینه های جذب کارجویان امنیت شغلی نیز به پایین حد خود رسیده است. این مسائل باعث شده تا ظرف مدت یکی دو دهه تقریبا تمامی قراردادهای کاری کشور از دائم و مستمر به موقت و غیر دائم تبدیل شوند که تأثیرات منفی فراوانی بر امنیت شغلی نیروی کار خواهد داشت و از آن سو شرایط اخراج نیروی کار برای کارفرمایان بسیار آسان است. وزارت کار اعلام کرده 93 درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر موقت و غیر دائم است. که اگر از این موضوع چنین استنباط کنیم که تقریبا تمامی صنعت و تولید کشور در وضعیت موقت و نگران نسبت به آینده در حال کار هستند بنابراین با بازار کاری نابسامان و بحران زده نیز مواجه خواهیم بود که ویژگی آن وجود صفهای طولانی و ترافیک شدید تقاضای کار از سوی جوانان است امروز کارفرمایان میگویند نمیدانند حتی در آینده نزدیک چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود و نوسانات یکباره قیمت مواد اولیه و ادامه واردات بیرویه انواع و اقسام کالاهای غیر ضروری و مشابه داخل صنعت آنها را تا مرز ورشکستگی و نابودی پیش برده است. خبرگزاری مهر در گزارش خود میگوید دولتها به ویژه یک دهه گذشته حمایت های مناسبی از تولیدات داخلی نداشتند و با وضع مقررات دست و پاگیر و افزایش یکباره هزینه های ها در جریان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها باعث نابودی درصد قابل توجهی از صنایع کوچک و واحد های خورد کشور شدهاند. این مسائل باعث شده تا امروز کشور با انبوهی از تقاضا برای کار مواجه باشد. اشتغال به بزرگترین دقدقه خانواده ها تبدیل شود و جوانان اغلب پس از فراغت از تحصیلات دانشگاهی مدتها وقت و توان کاری خود را در جستجو و آرزوی یافتن شغل به سر ببرند. مقامات دولتی در سفرهای استانی در دولتهای گذشته و فعلی با درخواستهای فراوان کار از سوی جوانان مواجه می شوند و برخی نمایندگان مجلس می گویند قریب به اتفاق درخواست مردم حوزه انتخابی از آنها فقط شغل است. قلام رضا عباسی دبیر کل کانون عالی انجمنهای سنفی کارگران با تاکید بر اینکه ظرفیت اشتغال موجود کشور توان پاسخگویی به تمامی نیازهای کارجویان را ندارد گفت اشتغال امروز قراردادی شده و قرارداد موقتها در صفحه اول بیکاری و ریزش قرار دارند آقای عباسی همچنین گفته است نبود امنیت شغلی باعث نگرانی و افزایش استرس نیروی کار می شود و آنگاه تأثیر این ناامنی را ما در افت شدید بهرهوری نیروی کار در ایران و تأثیر ناچیز آن در جریان تولید را می بینیم. بازار کار ایران در شرایطی رکود و بیکاری گسترده را تجربه می کند که کاهش سرمایه گذاری دولت به دلیل کاهش درآمدها دورنمای سخت در شدن را مطرح کرده است. به نظر می رسد تا زمان باز نشدن درهای ایران برای ارتباط اقتصادی با جهان جوانان جویای کار همچنان باید در صفحای انتظار بمانند. در چنین شرایطی شاید حتی به دست آوردن همان یک وعده غذایی که آقای جنتی امام جمعه تهران از مردم خواسته به آن رضایت بدهند کار آسانی نباشد. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل میگویند ایران مدتی است در بلندی های جولان جبه ای جدید علیه اسرائیل گشوده است. ناتانیاهو جمهوری اسلامی و داعش را با هم مقایسه کرده و بار دیگر نسبت به خطر ایران هسته ای هشدار داده است. نخستوزیر وزیر و وزیر دفاع اسرائیل بنیامین نتانیاهو و موش یلعون در پی حمله هفته گذشته حزب با موشک ضد تانک به اسرائیل که موجب کشته شدن دو سرباز پدافند این کشور شده بود روز چهارشنبه 15 بهمن از بخشی از نیروهای پدافند اسرائیل دیدن کردند نتانیاهو طی این دیدار گفت مدتی است که ایران تلاش می کند جبهه جدیدی را در اینجا بکشاید و این جبهه را علیه ما گشوده به علاوه دیگر جبه های جنوب لبنان و نوار غزه روز 28 ژانویه شبه نظامیان حزب الله با شلیک موشک های ضد تانک به کاروان نظامی اسرائیل دو سرباز این کشور را کشته و هفتن را زخمی کردند اسرائیل نیز این اقدام را با شلیک توپ پاسخ داد که به کشته شدن یک صلحبان اسپانیایی نیروهای سازمان ملل در جنوب لبنان انجامید 29 ژانویه نتانیاهو ایران را مسئول این حمله به اسرائیل اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران حامی اصلی حزب الله لبنان به شمار می رود. مقام های حزب الله گفته بودند که حمله روز 28 ژانویه آنان عملی تلافی جیانه در پاسخ به حمله هوایی اسرائیل در اوایل ماه ژانویه بوده که منجر به کشته شدن شش شبه نظامی حزب الله و یک فرمانده سپاه محمد علی الله دادی شده بود. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دو روز پس از کشته شدن محمد علی الله دادی با رهبر حزب الله شیخ حسن نصرالله دیدار کرد. سخنان ناتانیاهو درباره اینکه ایران در حال گشودن جبهه جدیدی علیه اسرائیل در بلندی های جولان است، تکرار گفته وزیر دفاع این کشور است. یعلون نیز پیش از این هنگام دیدار از تأسیسات فناوری هوافضای اسرائیل از خطر ایران برای ثبات خاورمیانه سخن گفته و تأکید کرده بود که این کشور جبهه جدیدی را در بلندی های جولان علیه اسرائیل گشوده است. یعلون همچنین بر ظرفیت فناوری هوای اسرائیل و اهمیت آن برای مقابله با تهدیداتی دوررس به خصوص ایران تاکید کرده بود. وزیر دفاع اسرائیل گفته بود ضروری است که مانع ایران از دست یافتن به توانایی نظامی هسته‌ای شویم و ضروری است نگذاریم ایران به ما حمله کند. چه از لبنان به وسیله حزب الله یا از غزه به وسیله حماس و جهاد اسلامی یا از طریق گشودن جبه های جدید در بلندی های جولان ناتانیاهو در دیدار با گروهی از نیروهای پدافند اسرائیل گفت رهبران جامعه بین الملل به جای آنکه از ایران بخواهند که به حمایت از تروریسم در منطقه و سراسر جهان پایان بدهد در حال رسیدن به توافقی با ایران هستند که به این کشور اجازه می دهد مسلح به سلاح اتمی شود. نخست وزیر اسرائیل گفت که توافقی که با ایران حاصل شده برای اسرائیل منطقه و همه جهان بسیار خطرناک است و اسرائیل با تمام قدرت با آن مقابله خواهد کرد. نتانیاهو همچنین حکومت ایران را با گروه داعش مقایسه کرد. وی گفت داعش مردم را زنده می سوزاند. حکومت اسلامی ایران آنها را در میدان شهر اعدام می کند. هم داعش و هم جمهوری اسلامی ایران را اسلامگرایان افراطی هدایت می کنند. خشونت آنان مرز نمی شناسد اما بزرگترین خطر برای بشریت این است که سلاح اتمی به دست این گروه های افراتی بیفتد. نخست وزیر اسرائیل در هفته های گذشته بارها بر خطراتی که از سوی ایران منطقه و جهان را تهدید می کند تأکید کرده است. سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا جان بینر و از مخالفان شناخته شده اوباما از نتانیاهو دعوت کرده روز سوم مارس دوازده اسفند در کنگره آمریکا سخنرانی داشته باشد. نتانیاهو گفته است که از هر دعوتی برای دفاع از اسرائیل در برابر خطر ایران هسته استقبال خواهد کرد. همزمان اشتون کارتر نامزد اوباما برای تصدی وزارت دفاع آمریکا نیز در نخستین سخنرانی خود ایران و داعش را بزرگترین خطر برای منطقه و جهان دانست. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان مدعی شده حسن روحانی با رفع حصر از میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موافق نیست. او همچنین خواستار انتشار متن مذاکرات اتمی ایران شده است. حسین شریعت مداری چهارشنبه 15 بهمن در جلسه پرسش و پاسخ پس از سخنرانیش در قوم گفت به جرأت میگویم که آقای روحانی موافق رفع حصر نیست و خودش از کسانی بوده که به آن حکم داده برخی این ماجرا را مطرح می تا مسئله اصلی فراموش شود آقای شریعت مداری در حال این ادعا را مطرح می کند که آقای روحانی از سال 1384 پس از روی کار آمدن احمدی نژاد دیگر عضو شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نبوده و بنابراین نمی توانسته آن حکم را داده باشد. آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از سه تن از رهبران جنبش اعتراضی سال 1388 در ایران از جمله انتظارات مطرح شده در رابطه با دولت حسن روحانی بوده است. روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده تغییر فضای امنیتی را داده بود. برای برخی این امید به وجود آمده بود که هم از کروبی، موسوی و رهنورد رفع حصر شود و هم زندانیان سیاسی آزاد شوند که به اتهام شرکت در حرکت اعتراضی علیه نتایج اعلام شده ی انتخابات 88 در حبس به سر می برند. در این میان بارها شخصیت های گوناگون تاکید کرده اند که رفع حصر در گروه دستور علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی است. از جمله تیر ماه گذشته مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی در یادداشتی از زندان توصیه کرد که انتظارها از رئیس جمهور باید در حد مقدورات و اختیارات قانونی او تنظیم شود با این حال گروه های مختلف سیاسی از روحانی خواستند که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اقدام به رفع حصر کند برخی گروهها با وقوف به نقش ای در این امر از روحانی درخواست کردهاند بکوشد تا نظر او را برای رفع حصر جلب کند شنبه گذشته یازدهم بهمن نیز در پی انتشار گزارشی در مورد مطرح شدن حصر خانگی کروبی موسوی و رهنورد در جلسه شورای عالی امنیت ملی سخنگوی شورا آن را بیپایه خواند و گفت اخبار موثق این شورا طبق ضرورت تنها از طریق دبیرخانه آن منتشر می شود. رئیس جمهور ایران خود هر از چندگاه با تاکید بر وفاداری به وعده های انتخاباتیش امید به اقدام برای رفع هست را زنده نگاه داشته است. پیش از آن مدیر مسئول روزنامه کیهان در پاسخ به پرسشی درباره سکوت در پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود مراقب نارنجک های دودزا باشیم. این بمب‌ها ها برای پرت شدن حواس ها از موضوع اصلی است. نقطه اصلی را نباید هیچگاه فراموش کرد. هاشیه سازی یکی از کارهایی است که این روزها با شدت دنبال می شود. مهدی هاشمی حدود سه ماه در زندان انفرادی بود و همکنون با قرار وسیقه ده میلیارد تومانی آزاد است. هنوز هم روشن نیست که اتهام هایی که به او زده شده از نوع سیاسی و امنیتی هستند یا اقتصادی. در تازه ترین مورد احمد توکلی نماینده مجلس او را متهم به دریافت رشوه 5 میلیون دلاری از شرکت نروژی استات اویل کرده است. حسین شریعت مداری در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که متن مذاکرات میان هیئت‌های نمایندگی ایران و گروه پنج به علاوه یک درباره برنامه هسته ایران باید منتشر شود. او گفت: معتقدیم مذاکرات باید منتشر شود برای اینکه دست ما از نظر فنی و حقوقی پر است و مبنای قانونی مذاکرات هم همین مباحث هستند. او با عنوان کردن اینکه نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی با ایران به مقامات اسرائیلی درباره مذاکرات توضیح می دهد افسود اگر متن مذاکرات را منتشر کنیم جهانیان حق را در میابند. مدیر مسئول روزنامه کیهان در عین حال از تیم مذاکره کننده ایرانی در گفتگوهای هسته‌ای حمایت کرد و آنان را فرزندان انقلاب خواند اما بلافاصله افسود که میتوان سرشان کلاه گذاشت شریعت مداری همچنین گفت اگر توافقی که در مذاکرات هسته‌ای صورت می‌گیرد منجر به رفع تمامی و یکباره تحریم‌ها نشود این توافق به درد نمی‌خورد مجلس ایران نیز روز سهشنبه چهاردهم بهمن بر لزوم نقض تمامی تحریم‌ها به صورت یکجا صحه گذاشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کردند که اگر به تصویب نهایی برسد میتواند لغو توافقنامه ژنو و بازگشت اقدامات ایران در زمینه فناوری هسته‌ای به نقطه پیش از توافقنامه ژنو را در پی داشته باشد. سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حالی به کار خود پایان داد که جای تعداد زیادی از هنرمندان بزرگ این عرصه خالی بود. در همین حال اجرای تکخانی زنانه در برنامه جشنواره موسیقی فجر به انتقادهای محافظ کاران دامن زده است. جشنواره سی و تئاتر فجر از پرهاشی ترین جشواره های سی و دوره گذشته بود. کمتر از یک ماه مانده به شروع جشنواره حسین تاهری مدیر کل هنرهای همایشی به عنوان تصمیم گیرنده اصلی تئاتر ایران در نامه سرگشاده اش به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سمتش استعفا کرد جنتی و مرادخانی وزیر و معاون هنری وزارت ارشاد هم به سرعت این استعفا را پذیرفتند و اردشیر پور را که دبیری جشنواره 33 سوم تئاتر فجر را هم بر عهده داشت به عنوان سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی معرفی کردند هاشی های این رویداد تئاتری اما با تغییرات مدیریتی به پایان نرسید انتشار پوستر جشنواره انتقادها را به جشنواره افزایش داد اعتراضها تا جایی بالا گرفت که در واپس این روزهای مانده به شروع جشنواره پور دبیر جشنواره پوستر طراحی شده را وتو کرد و بار دیگر فراخانی برای طراحی پوستر جدیدی برای جشنواره سی و سوم از سوی دبیرخانه جشنواره ارسال شد پوستر جدید سی و سوامین جشواره بین تاعتر فجر توسط هیئتی پنج نفره چند روز مانده به جشواره انتخاب و رونمایی شد. با انتشار پوستر جدید بار دیگر اعتراضات بالا گرفت. عناصر به کار گرفته شده در این پوستر ترکیب چند پوستر و نماد موجود در اینترنت بود که رجبی طراح آن با ترکیب آنها اقدام به طراحی پوستر جدید کرده بود. این بار صالح پور فرصتی برای انتشار مجدد فراخان و تهیه پستر جدید نداشت و سرانجام پستر جشنواره 33 سوم سه روز مانده به جشنواره منتشر و در معرض دید عموم قرار گرفت. شروع جشنواره و انتشار جدول اجراها آب سردی بود بر پیکر تئاتر در جشنواره 33 سوم تئاتر فجر. در بزرگترین رویداد تئاتر ایران کوچکترین نام و نشانی از هنرمندان بزرگ این عرصه دیده نمیشد. دکتر قطب‌الدین صادقی و دکتر محمد رضا خاکی تنها هنرمندان پیشکسوت حاضر در این دوره بودند که اجراهایی در جشنواره داشتند. بهرام بیزایی بزرگترین قایب همیشگی جشنواره ای است که قرار است به گفته مدیران ویترین تئاتر کشور باشد. دکتر علی رفیعی، منیژه محمدی، بهزاد فراهانی، اکبر زنجانپور و سایر کارگردانان نسل اول تئاتر جایی در این دوره از جشنواره نداشتند. از میان نسل دومی ها که در دوره های گذشته ثابت کرده بودند، مخاطبان زیادی دارند هم در این دوره از جشنواره خبری نبود. جشنواره امسال به کارگردانان نسل سوم و دانشجویان اختصاص داشت. جدول جشنواره سرشار از اسامی جدیدی بود که با عنوان کارگردان و یا نویسنده در این دوره از جشنواره حضور داشتند اما با پایان یافتن جشنواره و نگاهی به تعداد تماشاگران جشنواره مشخص است که رضایت مخاطبان فراهم نشده بود در رویدادی دیگر هم اجرای یک تکخانی زنانه در برنامه جشنواره موسیقی فجر به انتقادهای محافظه‌کاران و مخالفان دولت میانه روی ایران دامن زده است رسانه های نزدیک به محافظ و نو محافظ در دو روز گذشته به نقد احتمال اجرای پری ملکی خواننده و موسیقیدان برای مخاطبان به گفته آنها مختلط در جشنواره موسیقی فجر پرداختند. این اخبار در حالی منتشر می شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با انتشار متنی اعلام کرد که تا کنون هیچ گونه مجوز تکخانی برای زنان در کنسرت های مختلف صادر نکرده است. بر اساس برنامه ارائه شده از سوی این رسانه ها پری ملکی جمعه 24 بهمن سال جاری در سالن ایوان شمس به اجرای موسیقی خواهد پرداخت. وبسایت خبری جهان نیوز نزدیک به جبهه پایداری در کنار دیگر وبسایت های محافظه‌کاران همچون فرهنگ نیوز در بازنشر این خبر مدعی شد که خریه ملکی در تالار وحدت روی سن بی بی سی اولین خواننده زنی بود که بعد از اجرای زنده در شبکه رفت و در حضور وزیر ارشاد به تگخانی پرداخت و پروژه توجه دولت تدبیر و امید به تگخانی زنان را از همانجا جا کلید زد نشریه یال ساراس هم که نشریه رسمی ارگان حزب است بار دیگر به تهدید دولت می پردازد و هشدار می دهد که اگر مسئله خانندگی زنان مرتفع نشود این گروه خودسرانه دست به واکنش ضروری خواهد زد مخالفت ها در این رابطه به قوم هم کشیده شد آیت الله ممدوهی عضو مجلس خبرگان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعطای مجوز به خوانندگان زن را خلاف نص سریح قرآن اعلام می کند که صدای زن را برای افراد دارای قلب ضعیف مجاز نمی شمارد. آیت الله علوی گرگانی از مدرسان حوزه علمی قوم در دیدار اعضای کنگره شهدای دانشجویی استان قوم نیز به انتقاد از خوانندگی زنان و اعطای مجوز به آنها از سوی وزارت ارشاد می‌پردازد. برخی مراجع تقلید در ایران گوش دادن به صدای زن را اگر غنایی باشد حرام خواندند. برخی دیگر از مراجع تقلید ارزیابی کیفیت صدای زن و تشخیص حکم فقهی مربوط به آن را از جمله اینکه موجب لذت می شود یا نه به عهده خود شنونده مرد گذاشتند. هفته گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات ایران با انتقاد از مواضع برخی از منتقدان دولت گفت در بعضی بلتنهایی که به چاپ میرسد دروغ های آشکار منتشر می شود و این کار درستی نیست. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از انتشار دروغ علیه دولت از طریق بولتنها به شدت انتقاد کرد. وی روز چهارشنبه 15 بهمن در سخنانی در کاشان به یک نمونه اشاره و تصریح کرد. می گفتند که رئیس جمهور صنعت نظامی را تعطیل کرده است ولی وقتی ماهواره فجر به فضا رفت و در مدار قرار گرفت نشان داد که همه این حرفها برای تضعیف دولت بود. وزارت دفاع دیروز اعلام کرد که ماهواره به نام فجر را به عنوان نخستین ماهواره ساخت ایران که قابلیت تغییر مدار دارد با موشک در مدار زمین قرار داده است. پیشتر تعدادی از اعضای جبهه پایداری دولت حسن روحانی را متهم کرده بودند که زیر فشار دولت های غربی قصد کاهش فعالیت صنایع موشکی ایران را دارد. در تیر ماه گذشته علی جنتی وزیر ارشاد ایران نیز با انتقاد از بولتنسازی بسیار گسترده علیه دولت گفت که این کار بعضا از سوی نهادهایی صورت میگیرد که خیلی خودشان را ارزشی میدانند. آقای جنتی با ذکر اینکه بولتنهای تهیه شده علیه دولت از ابتدا تا انتها جعل و تحریف هستند افزود که این بولتنها از طرف نهادهایی تهیه میشوند که از بودجه دولتی استفاده می کنند. با این حال وزیر ارشاد نیز مانند وزیر اطلاعات توضیح بیشتری در مورد نهادها یا افرادی که به گفته وی در تهیه چنین بولتنهایی دخیل هستند نداد احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مشهد با اشاره به اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور در دفاع از تیم مذاکره کننده هسته ای گفت که رهبر جمهوری اسلامی به دولت اجازه مذاکره را داده است و نه رفاقت با مذاکره کنندگان به گزارش خبرگزاری رسا آقای علم الهدا گفت اینکه شما بیایید مردم را مسخره کنید و دست بیاندازید که شما به کت و شلوار وزیر خارجه ایراد گرفتید حرف این نیست حرف این است که در روزی که سه میلیون نسخه نشریه به پیامبر ما فحش میدهد و آمریکا حمایت میکند وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا در خیابانهای ژنو قدم میزنند اظهارات امام جمعه مشهد که در جمع عده از دانشجویان بیان شده ظاهرا پاسخی به سخنان چند روز پیش حسن روحانی درباره وزیر امور خارجه ایران است آقای روحانی گفته بود عده ای ایراد می گیرند که طرف تند راه رفت یا عینکش چنان بود باید افتخار کنیم به دیپلمات‌های های شجاعمان که من شاهدم نه شب و نه روز دارند و تلاش می کنند و شجاعانه حرف میزنند. ممنونم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا هفته ای دیگر بدرود.